به نام خدا. سلام، من علیارم و امروز در کنارتونم تا تنباکو که خیلی راجبش صحبت کردیم و کیفیت سنجی کردیم و خیلی پیگیرش بودیم، تست و بررسی کنیم. تنباکو برند اوکساید ساخت ایران که یه فرمولاسیون تقریبا فرانسوی طور داره و تمام مواد اولیش از خارج از کشور وارد میشه و وارداتیه، ولی ساخت محصول خیلی مهمتر از مواد اولیشه. ممکنه شما هر مواد اولیه داشته باشی ولی نتونی کیفیت لازم رو برای ساخت تنباکو داشته باشی. فرمولاسیون و ساخت خود تنباکو هم خیلی مهم. تنباکو اوکساید در واقع اومده، یه بحث که همیشه بوده این بوده که آقا میزان استاندارد یک سری قلیون چقدره و اومده 50 گرم به 4 قسمت تقسیم کرده و ساشای 12.5 گرم میگرد. با همین آلبالویی که باز کردیم میریم سراغ تست تنباکوهای اوکساید. بوش به نخل نزدیکه ولی یه نموره فرق داره بوش با نخل، انگار مثلا یه ذره نرمتره. خب بریم برای تستش. خب آلبالوش طعمش خیلی به نخل نزدیکه، یعنی در واقع طعمش خود نخله، با این تفاوت که اومدیم مثلا 3-4 پر آلبالو فاخر بهش قاطی کردی، این زخمی آلبالو نخل رو گرفت. اونایی که آلبالو نخل میکشن و راجبش اطلاعات دارن میدونن آلبالو نخل خیلی گلو رو میزن و اون حالت سختی رو به گلو میده و سینه رو خیلی میگیره کلن طعم آلبالو. توی نخل این خیلی زیاده و وقتی بیاید بهش 2-3 پر فاخر قاطی کنید این بالانس میشه. سراغ طعم بعدیمون که دو سیب باشه، دیگه وقتتون رو نمیگیریم، بریم بر تستش. دو سیب به این خوبی نوبر وال. چند وقتی بود که همچین دو سیبی واقعا نداشتیم، مثلا تو محصولات ایرانی که یه دو سیب خیلی خیلی نزدیک به نخل قدیم باشه و بشه ازش انقدر لذت برد. من توی این چند ساله فقط خلیل مأمون کشیدم که این تلخی رو داشته باشه. از نظر طعمی به شدت طعم خوبی داره، گیرایی خیلی بالایی داره و از لحاظ گیرایی به این دو سیب میگن دو سیب سنگی. آدام ستارچی احساس میکنم یه ذره بوش خنکه. بکشیم ببینیم طعمش چجوریه. آدام ستارچینش طعم خوبی داره، مخصوصا برای کسایی که طعمای خنک میپسندن، چون یه خورده طعم آدامسش بیشتر از دارچینه. طعمش خوبه، خیلی هم میپسندن. همون جوری که میدونید 30% تنباکو ذائقه است، یعنی ممکنه به ذائقه من این آدامس دارچین آدامسش یه ذره زیاد باشه، به ذائقه شما بگید نه بالانس، ولی از نظر من به عنوان خودم یه نم آدامسش بیشتره ولی خوشمزه و خوشطعمه و دوست داشتنیه. میتونید امتحان بکنید، شما هم نظراتتون رو با من در میون بذارید. شلیف بوش بیشتر به هلو میخوره تا شلیف. اما راجب طعم شلیل باید بهتون میگم این شلیل نیست، هلوه، ولی هلویه که یه ذره به تلخی میزنه و انگار هلو واهو و نخل رو با هم قاطی کردید
مثلا واحه بیشتر از نخله طعم اونو میده، ولی یکم از تلخی اون داره. خب بریم سراغ طعم بعدی، پرتقال خامه، طعم پرطرفدار شیرین و دوست داشتنی که اصلا خیلی عاشق این طعم. عجب بوی خفنی داره. بریم بکشیم ببینیم طعمش چجوریه. مثل بوش حال میده. یه پرتقال خامه استاندارد بعد همین جوری باشه، خوشتم، خوشمزه و همینطور بالانس. پرتقال خامه بسیار خوبی داره. توی 3-4 کام اول شاید فکر کنید پرتقالش بیشتر، ولی هرچی جلوتر میرید میبینید که نه، این طعم کاملا بالانسه. یکی از خوبیایی که این تنباکو داشت این بود که از اول تا آخر، یعنی تا زمانی که شما خسته میشید از قلیون کشیدن، یک طعم میده. و وقتی ما این طعما رو بعضی هاشون رو تست کردیم، مثل دوسیبش که خب خودتون در جریانید، تا آخر زمانی که ما خسته بشیم بوی سوخته نمیده. حتی تنباکو کاملا سیاه شدهش بوی تنباکو میده و بوی سوختگی نمیده، و این یکی از بزرگترین و مهمترین اتفاقاییه که میتونسته برای تنباکو بیفته. امیدوارم که از این پست هم لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. یا علی، خداحافظ.